بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام و و على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ازان بنده السلام عليكم ورحمة الله تعالی و وبركاته و الله زلجلال والاکرام را شکر و سپاس میگیم که در ظهر یک شنبه دیگر این توفیق رو به ما داد که با برنامه عظمت نبوت در خدمت شما ایزان باشیم و این برنامه به درس ها و عبرت هایی که از سیره گهربار نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم گرفته میشه میپردازه و ما به جنگ بدر پرداختیم در برنامه های قبلی و در این برنامه هم خواهیم پرداخت به آثار و نتایجی که این اولین رویارویی میان لشکر کفر و اسلام در برداشت و این که چه دستاوردهایی رو برای امت اسلامی در پیدا شد و هستیم در این برنامه در خدمت کارشناس عزیز و محترم برنامه استاد آیزو گرامی استاد عبدالسلام ملایی استاد ملایی خیلی خوش اومدید ممنونم بسم الله الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين مقدمتا خدمت شما و کارکنان شبکه بینندگان عزیز شبکه جهانی نور هر کجایی که گیتی پناور هستند عرض ادب و احترام دارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و, رحمت, و رحمت, رحمت که بتونیم در معرکه بعد همچنان درس و عبرت ها و نتایج مفید رو برای بینندگان عزیزی که پای برنامه هستند با دیدگاهی و بازبینی و بازخانی جدیدی از این قضایی ها که متناسب با حال احوال احداث و وقایع روز باشه انشالله مطرح کنیم شوش. و به روی کرده بپردازیم که نیاز جامعه ماست نیاز جوانان هست نیاز مفکرین و فرهنگیان هست نیاز فرماندهان و رهبران سیاسی و نظامی جامعه است تشکر و ممنون استاد مولای و ممنون از اینکه به برنامه خودتون تشریف آوردید و ما در برنامه قبل اومدیم در حالا بگیم بطن معرکه یعنی بل. وارد شدیم به اینکه غزوه بدر آغاز گردید و چگونگی آغاز این غزوه و اگه بپردازید به اینکه شروع این غزوه به چه نه بود و مشرکین چگونه حالا آمادگی اعلام آمادگی کردن و چگونه به میدان آمدند و سرانجام این غزوه بسم الله از اونجایی که معرکه بدر معرکه اسلام و کفر ایمان و کفر اسلام و شرک بود یک جنگ تمام ایار غیر قابل پیش بینی به نتایجش بود برای بله. کسانی که جنگ را به منظور نظامی و عده و تجهیزات اون بررسی میکنه بله با دید مادی به اون نگاه میکنه و این معیارها در فرهنگ ایمان و اسلام نمیشه محسوم باشد قطعی باشد حساب شده باشد بله تاریخ بشریت سراغ داره که افرادی بسیار اندک با تجهیزات بسیار ساده با تجربه بسیار کم در میدانهای جنگ ولی بر پر قده ترین مجربترین و قوی ترین لشکریان روزشون غالب اومدن فرعون در مقابل موسا, موسا. یا کنید به زانو اومد تا آنجایی که حلاک شدند ابراهیم علیه السلام در مقابل نمرود بله. و هر کسی دیگری را معرکه های ایمان و کفر و اسلام و شرک قابل مقایسه نیست بله. ما معتقدیم از دیدگاه اسلام اینکه تمام پیامبران مسلمان بودند بنده خدا بودند تسلیم و بندگی خدا میکردند الله رب العالمین میکردند ولی لذا خداوند به آنها نصرتی میداد که برای هیچ کسی دیگری قابل پیشبینی نبود ولذا بله. در سوره انفال هم میخوانیم و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله, الله رمى بله. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا این که خداوند عزوجل نصرت را بدون این عدد هم میتواند پیش بیاورد قطعی است بله. ولی از کسانی کار میگیرد و از کسانی استفاده میکند که لیاقت این نصرت پیروزی را داشته باشند و لیاقت حضور در این معرکه ها را داشته باشند بله. یکی از افتخارات سربازان صدر اسلام این بوده که در کنار پیامبر ایثارگری کردند فداکاری کردند بله. با مالشان با جانشان تا آخرین رمق حیاتشون در کنار پیامبر ایستادند و هجرتشون جهادشون حرکتشون برای الله بود بس. ولی خداوند نیز آنها را پذیرفت پذیرفتن خداوند به این منزلت نیست که فقط بهشون میگه در بهشت بازه بفرمایید نه خیر بلکه به خاطر پذیرششون در دنیاست امروز میلیاردها ها در تاریخ بشر نه میلیون ها بلکه میلیاردها انسان از زمان رسول خدا صلی الله علیه و تا به امروز اگه حساب بکنیم انسان هایی بودند که به نام های مبارک این صحابه این بدری ها این اوهدی ها و غیر ذالک نامگذاری شدند، به میمنت نام مبارکشان، درست مجاهدت هاشون ایثارگری هاشون افتخار آفرینه هاشون اینه که این میشه ذکر خالد به تعبیر سعدی سعدی آمرد نکو نام نمیرد هرگز مرد آن است که نامش به, به نکویی نکوی نبرند بله. امروز اوان و افراد و گارده های فرعونیان و نمرودیان در طول تاریخ زیاد بودند هم اه. مالشون بیشتر بود هم خدمتگذاراشان بیشتر بودند هم عده و تجهیزاتشون ولی آیا نامی و آثاری از اونها در دنیا هست جز سرانشون که برای عبرت از اونها نام برده می شود از ما هیچ نام در میان نیست بله. اما در میان محمد صلی الله علیه و سلم. سلم دین اسلام نه تنها نام محمد سر آمده نام هاست سرور کائنات گفته میشه براش درود و سلام داده میشه بلکه پیروانش آن مخلصان جان باخته جان برکفی که تا آخرین رمق حیاتشون هدفشون دفاع از دین و اسلام بود امروز هنوز که هنوز هست نام زید نام ثابت نام عمر نام عثمان نام علی نام زید و, ام... میشه. و امسانی و کب و خزیمه و غیر ذالک برده میشه و به افتخار اونها و میمنت اونها بر فرزندان اسلام در قرنهای بیسی و تا قیام قیامت دوباره نامگذاری میشه و رضی الله عنه به اونها گفته میشه و این, این نشانه رضایت قبول حق تعالی است وقتی این معرکه شروع میشه رسول خدا صلی الله علیه, صلی اللہ علیه سلم و سلم به یقین به یقین گفت که هیچ دلوره از نتایج جنگ نداشت بله خاطری که قبل از شروع معرکه در روایت تاریخ و سیرت خواندیم که رسول الله صلی الله علیه و در زمانی و که سفارایی می کرد لشکرش رو منظم میکرد و هر کس را در جای مخصوص خودش قرار میداد میفرمود که وعده الهی حق است من به خدا سوگند نصر و پیروزی را با حلاکت سرانشون در معرکه میبینم اینجا جا جای کشتن فلان است اینجا جای کشتن شدن فلان است این, جا جای جای فلان. این را حلاکت این و الاخری این گونه رسول خدا صلی اللہ علیه به وعده الهی یقین داشت و همین یقین را منتقل کرد با بس. سرور و خوشحالی و با اعتماد به نفس منتقل کرد به فرزندان رشید اسلام شاگردانش و به همین خاطر با در اوج شهامت در اوج شجاعت جنگیدند در جنگ نابرابر 313 نفر در مقابل 1300 نفر کمترین کشته را دادند تلفات مسلمان ها به 14 15 نفر نرسید بله. در حالی که در مقابل اونها به بالاتر از 70 نفر اسیر 70 نفر کشته یعنی اصلا قابل مقایسه نبود نمیست. آن هم کسانی که به غرور و نخفت و خودهایشون به اوجی رسیده بود کسی جرأت نمیکرد بهشون نگاه بکنه بله. به صورتشون نگاه بکنه مثل جل، مثل امیت بن خلف مثل اطبه و امثال اینها با عبوهتی که در معرکه ها حاضر میشدن یا در میدان حاضر میشدن کسی نمیتونست ب... به صورتشون نگاه کنه بله. اینها در اولین فرصتها از پایدر اومدن به دست کی؟ به دست نوجوانانی برونمد مثل بن امر و بن امرو بن جموح و معاذ افرا جوانی که با شجاعت تمام وقتی که از یکی از صحابه نشانی ابو جهر را گرفتند و گفتند که کدام است که پیامبر را سب و بین کرده کدامین بله. کدام این است که دشمنش لدود اسلام هست فلانی همچون مثل اقابی که به دنبال شکارش است این را ردیابی کردند در اوج معرکه در شدت به صلاح تنگاتنگی روی عدویه، جنگ اینها رو چهار کردن قافی از در آوردن و به زمین انداختند. راستم الله گرامی نکته که شما بش اشاره فرمودی در صحبتاتون این ارایزتون و اونم اینکه که رسول الله صلی الله علیه و سلم این وعده رسول. پیروزی و نصر رو به صحابه کرام میداد و اینکه یعنی به نصر الهی و به یاری الهی اطمینان داشت و به. این پیام و به صحابه هم منتقل میکرد و به صلاح امروزی از نظر روانی روحی روانی اونها رو یعنی به گونی بار می آورد که خودشون رو نبازن از لحاظ روحی روانی و این یکی از یعنی بگیم که امور خیلی مهم در همه معرکه ها هست جنگ روانی جنگ روانی و ده. امروز استاد مولایی من میخوام اینو بپرسم که با توجه به بگیم که بسیج عمومی جهانی که بر علیه امت اسلامی و بر علیه اهل توحید وجود داره ما امروزه یعنی مصیبت ها که بر امت اسلامی داره فرود میاد در همه جا میبینیم در برمه از یک طرف در سوریه از یک طرف در عراق در یمن در لبنان در فلسطین فراموش فلسطین, فلسطین مرکه در, اسلام، در قلب مرکز اسلام, اسلام. اسلام که فلسطین هست بله. این همه مصیبت چه بسا بله. این همه بگیم مصیبت هایی که داره بر امت میاد این بسیج عمومی جهانی که بر علیه امت وجود داره به گونه ناامیدی رو در امت بیاره خیلی ها بگن دیگه همه چیز تموم شده دیگه ما باید تسلیم شرایط که وجود داره بشیم این روحیه این روحیه رو الان چگونه میشه عوض کرد با چه دیدی اون روحی که رسول الله صلی الله علیه, علیه سلام سلام مرک و سلم در معرکه بعد در صحابه کاشت و امروز در امت زندگی نکنید رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک روایت و جهاد ماضن الى قیام الساعة در امت اسلامی فرهنگ جهاد به پاس تا روز قیامت و رسول الله صلی الله علیه و سلم جن... فرمود که ضربت سنام الاسلام الجهاد الجهاد فی سبیل الله ولذا آیات جهاد رو نمیشه از قرآن جدا کرد آیات جهاد و احادیث جهاد در متن مسائل عقیدتی و مسائل فکری و مسائل به کاربردی اسلام قرار داره ولی جهاد مفاهیم گسترده ای داره یکی از مفاهیم اولیش استعداد روحی است اگر انسان مسلمان خودش را آماده فداکاری و ایثار نکنه هرگز در معرکه هم نمیتونه از خودش گذشت کنه باید. ما در شرایط آینده در جنگ احد در جنگ خندق و امثال اینها به افرادی برخورد میکنیم که از یک دانه خرما با خوردن یک دونه هم صبر نمیکردن برای رفتن به معرکه یعنی اون را بیرون مینداختن یا به کسی دیگه میدادن یا آب کنارلبشون بشون که خودشون اولاتر بودن یعنی شرایطشون برای نوشیدنش به کسی دیگه میداد ولی خودش می میکرد در اون راه جان فدا میکرد بله یکی از این ارزش هایی که باید در امت زنده بشه ایثارگری امروز مسائل و هایی که داره پشت سر هم پیش میاد تجربه برای معدن پاک یا ناپاک امت اسلامی است بسیار از ماها ادعا داریم بسیار از ماها ها اهل نماز هستیم بسیار از ما اهل روزه هستیم اما در معرکه های ابتلا و سختی هایی که بر سر امت میاد خودمون رو میبازیم بله این یکی از چالش است ولی قرآن کریم در سوره فکرم عکبود باشه عکبود اولین آیات حسب الناس ان یتركوا ان یقول آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. بله. در سوره آل عمران همین در سوره انفال همینطور قرآن کریم به تاکید ذکر میکنه که ما آزمایش میکنیم به همون سادگی نیست که هرکس ادعا کند ما اهل ایمانیم ایمان تصدیق میخواد به تعبیر حسن بصری امام مثلا زاهد و عابد بغداد میفرمود که الایمان ما صد... ما وقر فی القلب و صدقته الاعمال او صدقه العمل ایمان ال بالتحری و بله. ایمان همیشه اون چیزیست که در قلب اون جوهریست که در قلب جا بگیره و اعمال اون رو چیکار کنه تایید کنه تصدیقش کن. بکنه درست امروز معرکه هایی که برای امت اسلام پیش میاد یه چالشی گذراست بله امت همیشه این را پشت سر گذاشته بدتر از هم گذاشته درست زمانی بوده که هیچ عالمی را در روی زمین نگذاشته بودند هیچ توانمند و ثروتمندی را جا نگذاشته بودند اخضر یابس به قول عرب همه را از دم تیغ گذرون خشک می سخت. می بله. ولی به هر حال امت باز هم زنده شد زنده شد از اون آتش‌های زیر خاکستر دوباره خودش رو جان داد و سالم بیرون سالم بیروند. امروز امت اسلامی هنوز درش خیرات زیادی است. هم عالم داره، هم مجاهد داره، هم سروات انسانی داره، هم سروات به صلاح مالی دارد که می‌تواند با اون خودش را اثبات و تثبیت بکنه. اثبات و تثبیت بکنه. و دوباره هم اظهار یعنی اظهار وجود بکند هر حرفی برای گفتن داشته باشد و هم بتواند که در میان این همه چالش هایی که و این همه واکنش های بر علیه امت اسلامی داره قطنامه هایی که امروز صادر میشه مواقف و دیدگاه های اجتماعی که امروز در جامعه رسمی اعلام میشه همش غالبا به ضرر امت اسلامی در ظاهر ولی در میان امت انسان هایی با نخفت با غرور با کبریای ایمان و اسلام هنوز دارن زندگی میکنن که معرکه های آینده اونها رو چیکار میکنه؟ ملاک میزنه و معیار میزنه ما یه چیزی در اینجا باید بگیم که وقتی که از معرکه بعد صحبت میکنیم معرکه ای هست که در واقع ایمان ها و ارزش های نافته در انسان ها رو داره بیمیان میاره به عددها، خب اونها هم از نظر تجهیزات بیشتر بودن هم از نظر عدد بیشتر بودن هم از نظر امکانات بیشتر بودن هم, بیشتر بودن، هم سازماندهی جنگیشون قوی تر بود ولی با این حال شکست خوردن و بد جور هم شکست خوردن سرانشون که اصلا انتظارش نمی رفت در اولین لحظات معرکه به حلاکت رسید. رسیدن و از بین رفتن به دست نوجوانان به دست جوانانی بله. که اصلا توقع نداشتن که اونها بتونن این کار رو انجام بدن بله. و بعد از این چی؟ یعنی در مقابل شما نیا کنید سی نفر معرکی میاد چارده تا هم شهید میده در این میان و تعداد هم زخمی ولی میاد هفتاد نفر رو اسیر میگیره درست به هفتاد نفر از بزرگان را به حلاکت میرسونه پس در بقیه هم ما در بگیم معرکه یا مبارزه کلی بین حق و باطل که وجود داره و بس. نیروهای شری که بر علیه ما صف آرایی میکنن ما هیچگاه نباید با دید مادی به این قضیه بسنجیم یعنی این قضیه رو نگاه بکنیم این ما رو ناامید نکنه که میبینیم اونها اسلحه های پیشرفته دارند و اموال هنگفتی دارند و دارن هزینه میکنند و بالاخره جنگ تبلیغاتی عظیمی که راه انداختن بر علیه این امت بلکه این امت با ایمانش و با تقواش و با خداپرستیش و با توحیدش و البته در کنار اون استفاده از اسباب انشالله پیروز نهایی اتخاذ اسباب یکی از امور مهم به صلاح فقه سیرت هست بله. قرآن کریم در همین صوره انفال می فرماید و عید و مستطعت من قوه و عید من قوة, قوه و من رباط الخیل برای چی؟ ترهبون به عدو الله و عدو درست. تا این که اونها رو بترسانید دشمنانتون و دشمنان الله را درست. پس استعداد لازمه و لازمش اینه همه نظر علمی هم نظر معنوی همه نظر عده و تجهیزات در حد توان ولی نتیجه را صد درصد در اون تلاش های انسانی نبینیم بلکه برس. نتیجه را به الله واگذار کنیم و من نشر الا من عند الله العزیز الحکیم این قطعی بدونیم که اگر ان ینصرکم الله فلا غالب لكم اگر نصرت الهی بود اونجا دیگه کس بر شما غالب نمیشه برسته. من یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد اگر که خزلان هم بیاد هر چی میخواد باشه ولی بالله و اینجاست که باید معیارها را با تمام تلاش ها و زحمت هایی کشیده میشه نتیجه عواقب کار را به دست قدرت الهی سپرد با الله گرامی حالا در معرکه بدر یکی از خضایی که بارز هست و حالا میشه بهش پرداخت حضور و حماسه جوانانی که در این معرکه یا در این غزوه شرکت کردند و نقش خیلی بارز و مهمی رو ایفا کردن یعنی نه. فداکاری های اونها و اقداماتی که در این معرکه انجام دادن با اینکه خیلی از بزرگان حالا بگیم قریش در صف مقابل بودن یا خیلی از بگیم بزرگ سالانی که چه بسا بالاخره یک یعنی از نظر اسم و رسم و اینها یک سابقه ای داشتند یعنی اما جوانان نقش به خصوصی در این معرکه داشتند چگونه میشه به این نقش اشاره کرد و اینکه جوانان چگونه تونستن هماسه آفرینی کنند در این معرکه قطعی است در تمام میادین مهم اجتماعی حالا میخواد که ابتکارات باشه میخواد علمی باشد میخواد فرهنگی باشد میخواد جهادی باشه هیچ فرق نمی کنه بد. جوانان از یک قدرت و یک قوت و یک اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستند که ممکنه خیلی از پیشکستتان نباشند پیشکستتان تجربه شون بیشتره درست محاسبات و حساب و کتاب زیادی را روی هم میریزند. اما بعضی وقتها خارج از این معادلات و خارج از این حساب و کتاب یک جوان و یک نوجوان کاری میکنه که ممکنه صد پیش کسبت نتونه اون کار رو انجام بده درست و اینجا بود که ما دیدیم ابو جل که رسول الله صلی اون را فرعون امت میشه. قلم داد میکنه به دست دو نوجوان یا دو جوان بگیم از در و حلاک میشه بله. و این یک واقعیت در مرکه های دیگر هم خواهیم دید که جوانان واقعا نقش به سزایی داشتن و این بیشتر به خاطر جسارت بجا شجاعت فداکاری فوق العاده و محبت و عشق و علاقه نسبت به حمایت از دین حمایت از جناب رسول خدا صلی الله علیه, علیه, علیه و حمایت بسلام. از هویت دینی و اسلامی است و همیشه این مهم بوده زن بیننده از این لحظه و بعد ان به شماره ها زینویس میشن و شما میتونید در برنامه خودتان مشارکت کنیم و مشارکت کنید و از صداهای گرم شما ان استفاده کنید سلام الله گرامی بله بارز خدمت شما و این که بپردازیم به حالا تعداد کشته شده ها و اسرایی که در معرکه بدر حالا کسایی که کشته شدند و کسایی که اسیر شدند و رفتاری که مسلمانان با با اسرا داشتن در این معرکه سبحان الله وقتی که از معرکه های اسلام و کفر میگیم در جنگ هایی که اسلام یک طرف قضیه بوده بل. شفافترین و کمترین و بهترین و با انصافترین رفتارها شده بله رسول الله صلی الله علیه وسلم میدیده که سرسخترین دشمنان در مقابلش استادن عطبه، امیه ابو جل، بن وائل و امثال این کسانی که سایه پیامبر را میخواستن با تیر بزنن به خود معروف همه عده و تجهیزاتشون با بوقه های تبلیغاتشون رو حتی رقاسه ها را به میدان پشت معرکه آورده بودند که اگر کسی بخواد شانه خالی کند از معرکه و در برود او را با ننگ و آر چکار کنند باز بگردونن بله تا این حد قضیه را مکمکاری کرده بودن براشون مهم بود برایشون مهم بود این پیروزی و این معرکه بله. ولی خداوند از وجل این معرکه را آنطور که وعده داده بود به رسولش صلی الله علیه, وسلم با نصر و پیروزی و تمکین به تمام به پایان رساند و با کشته شدگانی که باور نمیشد برای جامعه 70 نفر به دست 300 نفر کشته بشن و 70 نفر دیگه هم اسیر بشن اونم از یه سپاهی که از هزار نفر به بالاست تعدادش در مقابل این عدد بسیار کم 300 نفری فقط 14 نفر کشته داشته باشه شهید داشته باشه این سپاه مسلمانان فقط 14 14 نفر شهید شدن 6 مهاجری و 8 انصاری چارده نفر بله در حالی که اگه با دید مادی و ستم نگاه کنیم باید برعکس باشه یک سپاه هزار نفری با این, این به چند چیز برمی گردد روحیه بله. نشرت الهی شجاعت و ابتکار عملی که در حمله به کار بردند بله فرماندهی دقیق رسول خدا صلی الله علیه و سلم سلام. برای شروع خوب معرکه بازی رو هر که خوب شروع کرد جنگ هم یک بازی هست برده نه. بله. ولی اگر از اول با رویه ضعیف و سازماندهی ضعیف پای لرزان شروع کرد پس این حتما شکست حتمیه اینجا نه. بود که ما از میان کشته شدگان افراد داریم که اصلا باور خودشون هم یعنی خیشاوندانشون بعد باورشون که اینا واقعا کشته شده قرآن در دو سه آیه در سوره آل امران و همچنین در, در سوره انفال از اسرا و از کششتگان صحبت کرده خب معرکه تموم شد رسول خدا صلی الله علیه و دستور داد شهدای مسلمان ها رو جمع کردن و در همون جایی که شهید شده بودن دفنشون کردن, دفنشون کردن. و از فقه اسلامی این است که ما بیان خواهیم کرد احکامی که از فقه جهاد برمیاد اینکه که شهید در لباس خودش دیگه لباس کفن نمیخواد لباس هم. خودش کفنشه بله. غسل داده نمیشود چون در پاکترین حالت از دنیا, رفت از دنیا رفته هل. در زمینی که شهید شده جا به جا نمیشه همون جا دفن, دفن میشه و همون جا میشه مقبرش و خاطر همون خاک روز قیامت براش چه میده؟ گواهی, گواهی میدهد بله. و نماز هم برش خونده نمیشه در نزد اکثر فقها ها برش نماز خونده نمیشه چون خودش شهیده بله. و لازم به دعا و توسل و نمیدونم شفاعت نیست چون نماز میت چیه؟ یه شفاعته نزد الله سبحانه و تعالی برای این میتی که مرده طلب آمرزش میکنه بله. اما این در اوج به قرب الله از دنیا رفته دیگه لازم شفاعت نیست بله این بله. از فقه جهاده که در اینجا هم اجرا شد و شهدای مسلمان ها در همون میدان بدر دفن شدن بله. و بعد رفتن منتقل شدن به سراغ کشته شدگان و هلاک شدگان کفار, هم کفار. خب حالا رفتار مسلمان ها با کشته شدگان کفار که حالا خیلی وقت ما می‌بینیم در معرکه های بین حالا دو طرف متاسفانه رفتاری که میشه به یعنی از روی کینه و حقد بیشتر بله. از اون کینه درونی و شاید بدترین رفتار حتی با اجساد مرده ها هم بشه تا به امروز تا به امروز جمجمه صدها نفر از سران و رهبران نعزت آزادی الجزائر در موزه فرانسه نگهداری میشه نگهداری میشه, بله. میشه. فرانسه ای که امروز مدعی بنیانگذاری آزادی و دموکراسی دموکراسی قرن و جدید در دنیای مدرن هست بله. و میگن که اولین قانون اساسی را در دنیای معاصر فرانسه پیشنویسی کرد در حالی که اشتباه میکنند و دارن مقالطه میکنند و میدونید که قانون فرانسه نس به نس بند به بند گرفته شده از فقه معطای ما مالک است این رو به میشه گفت بله نصب به نس و بند به بند از فقه معطای ممالک در. این شده. از قوانین اسلامی گرفتن مثلا بند به بندش بله و چون این کتاب اون روز در دست بوده از این استفاده کردن این روز فقط اینا مدعیان دروغین به صلاح بشریت و حامی بشریت هستند ولی کجا این همه مسلمان در دنیا دارند شبان روز با بمبهای های شیمیایی با نمیدونم بمب های با شدیدترین حالت در غوطه شرقی دارن چیکار میشن قلقم میشن قتل عام میشوند درسته نسل کشی نسل کشی است میلیون ها مسلمان در عراق تهجیر اجباری داده شدن از خانه و کاشانشون به بهانه اینکه میخوایم نمیدونم گروه داعش را گروه تروریستی داعش را که خود ساخته ای ایران و اسرائیل و آمریکا و مثلا خود عراقی هاست و سوری هاست از موسل خارج کنیم خانه را بر سر هزاران مسلمان بی خراب کردن تا اینکه مجبور بشن همه خانه هاشون رو ترک کنن برن تو بیابون بشینن بله. الان خانه هاشون به دست کی داره سپرده می شود چرا ایران داره در اونجا امروز داره سرمایه گذاری میکنه و خون ملت رو داره میمکت به خاطر که بخواد اونجا یک آ... بودکده دیگری آباد کنه همین سناریو در, تو... در, سوریه هم داره تکرار میشه در می سوریه شد. داره تکرار میشه بله. کجا هستند حامیان قدرت حقوق بشر امروز در میانمار بله. که مسلمان ها رو زنده زنده دارن میسوزانند مگر اینها امکانات ندارن که در عرض یک به قانون بین المللی یک به فراخان یا یک قدنامه بین المللی قدنامه نمیگم یک فراخان بین به کمک انسان هایی که دست خالی هستند خانه هایشان بر سرشون به آتش کشیده میشه بله. زن و بچه و فرزند و پیر و کود مریض و, و همه رو دارن تو هم میسوزانن ایش که رحم دیگه کجا قانون های بله. و انسان اما مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم. بلا فاصله بعد مرحبا. از دفن شهداش به سراغ کشته های مشرکین رفت و یکی یکی آنها را گفتن جمع کنید و بیارید در این چاهای خرابه ای که مخروبه از فضی استفاده میشه بندازید تا اینکه خواب کردن بپاشونیم و دفنش کنیم البته احترامی مرحبا. امراش نبود توبیخ بود سرزنش بود ولی حقشون هم بیشتر از این بود ولی با جسد اونها مسله نشد اونها رو به آتش نکشیدن با اینکه جسدهایشون جسدهای مرده بود بله و چون میفهمیدن این جسدها دیگه منتقل نمیشه به اون طرف باید دفن بشه به همون طریق دفنش کردن بنداختن تو قلیب و همون چاهایی که خرابه ها درش میریختن بعد خاک ریختن و در اونجا سخنرانی مشهوری است که رسول خدا صلی الله علیه و آله بالا سر عالی عالی. اونها ایستاد و اون وعده الهی که تحقق پیدا کرده بود رو به اونها گوش زد کرد بیننده پشت خط داریم سلام علیکم دا و سلام علیکم رحمت الله آقا محسن از ایران آقا محسن گرامی بفرمایید آقا محسن بفرمایید آقا محسن گرامی اگر لطفی کنید صدا گیرنده رو ببندید تو فقط از طریق تلفن سلام علیکم حال شما خوبه علیکم السلام تشکر آقا محسن ممنون بفرمایید بفرمایید آقا محسن بله بله صداتون هست آقا محسن بله بفرم. من علی هستم از خوزستان آقا علی بله سلام علیکم خوبی دقا علی سلام بر شما حال شما خوبه بودید سلام بر عالی. شما بر شما بر شما بر شما استاد من دو تا سوال داشتم از بل. حضور استاد یکی این که در جنگ بعد وقتی که همگی پا رو فرار گذاشتن و جبه نازل شد و شجاعت و شجاعت مولا علی علیه علی علی السلام در اونجا دید یه به این نادر شده و گفت این از همکاری کی, و این کی گفته همگی فرار کردن آقا علی؟ آقا علی کی گفته همگی فرار کردن؟ تو کجا اومدین؟ این؟ این که همگی در... این در مصبته که در... حاکم هست که در... همگی فرار کردن جد در از سن از سن از سن فرار کردن؟ همگی کیه منظور؟ همگی کیا یعنی کیا فرار کردن؟ منظورتون از همگی کیه؟ آسمان همه 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 آسمان در مرکه بدر بوده؟ عثمان عثمان آنچنان فرار کرد که حتی سه روز در بود آقای علی, چرا ما غلطی چرا دروغ که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دختر پیامبر بیمار بود و داد بستریش میکرد و ازش علاج میکرد و ازش حنایت میکرد یکی از کسانی بود که از برنگ بعد غایب بود به اذن رسول خدا صلی الله علیه و سلم شما چرا بلد نیستید دروغ هم بگید برید اول مطالعه کنید خواهش میکنم یعنی آقای آقای علی آقای علی خواهش میکنم بیشتر از این آبروزی نکنید بفرمایید برید اول خوب مطالعه کنید بله بیننده بعدی سلام علیکم و رحمت الله بیننده مقدس شدن سمولا گرامی بله پس در مورد روش برخورد مسلمانان با این امته بله اومدگی میخواد شرک پربری کنه مرد پرستی کنه همینه دیگه بله نیست دروغ هم بگن بله بله نیست دروغ بگن کسانی که شما رو فرستادن بد کردن اشتباه کردن آدرس اشتباهی اومده بله بله سامولا گرم روش بسامن. برخورد امت اسلامی با در غزه بعد با کشته شدگان کفار عرض کردم که یعنی همچنان که در کتب سیرت معتبر ذکر شده از عهد طبقات ابن سعد گرفته تا سیره ابن شام تا بقیه سیره معاصر رسول خدا صلی الله علیه سلم بعد علیه از دفن شهدا به سراغ کشته های بزرگان قریش رفت بله. خب نباید اونها رو رعا می کرد چون از شیمت و صفت امت اسلامی نیست که کشته ها آزاد بذاره تا اینکه به دام حیوان درندگان بخورد و از طرف دیگر فرزند و خویشاوندان خیلی از این بزرگان در چی هستند؟ در, جبهه‌ی جبهه اسلام هستند یعنی مسمون شدند باید خاطر اونها را هم چیکار کرد کسب کرد بنابراین جسدهای اونها را جمع کردند و در گودال بعد ریختند و به اونها خطاب کرد رسول خدا صلی الله علیه و این جزء معجزات و جزء به اصطلاح ویژگی خاص رسول خدا صلی الله علیه و بود که وقتی که حضرت عمر رضی الله پرسیدند یا رسول الله مگه اینها نمردند آیا گفتن بله الان دارن میشنوند این توبیخی است که خداوند به اونها داره میکنه که من دارم به اونها اعلام میکنم از جانب الله سبحانه و تعالی که ما وعده حق الهی بهش رسیدیم و شما آیا رسیدید یا نه خداوند میفرماید که ان الذين ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم, الى جهنم و نیکی از آیات سوره بله. سبحان الله کسانی که ورزیدند امروز ملت های کف دارن چیکار میکنن مال پخش میکنن در راه دین رسیدن به آرمان ها و اهداف در راه مبارزه با دین خدا مبارزه با توحید مبارزه با یکتاپرستی ولی خداوند عزوجل حکمتی قرار داره تا اینکه با این بزه بخششون امت اسلامی رو بیدار کنند و موج اسلام گرایی تو خود کشورهای خودشون داره بیداد, میکن. بیداد میکنه اه. امروز هر چی معرکه ها بر علی اسلام روشنتر و قویتر شود امت اسلامی داره بیدارتر میشه و نتیجهش برای اونا عکس بوده و آینده شاهد و گواه رشد بیشتر اسلام خواهیم شد به الله تبارک و تعالی بلد. همچنان که معرکه بدر جرقه بود برای رشد بیشتر اسلام در بلد. دنیا و در شبه جزیره حالا درو مطلبی که آقا علی فرمودن سلام الله گرامی این که حالا شما چرا نمیرید قرآن بخونید آدم تعجب آخه بلد. قرآن چطور معرکه بد رو به تصویر میکشه چطور از صحابه تمجید و تعریف میکنه در این معرکه یعنی شما از قرآن دور شدید و میخواید حقایقی رو که قرآن به اسم در رسول شما انکار الله سبحانه و تعالی منت میگذارد بر رسول و خیرامیش میفرماید خداوند بین قلب های اینا الفت قرار داده و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بین بله. این سوره انفال بخون یک سوره ای که همش ده صفحه بیشتر نیست زحمت به خودت بده آقا علی واقعا حیفه نام علی داری به یدک میکشی خود را از پیروان و شیعه علی میدانی اما سوره انفال را نتوستی هنوز بخونی به خدا سوگند یقین دارم اگر دو مرتبه سوره انفال را با ترجمه بخوانید به این یقین خواهید رسید بین حقیقت خواهید رسید که اصحاب گران قدر رسول خدا صلی الله علیه و سلم آنقدر در راه رسیدن به آرمان های بزرگ دینی ایثارگری کردن که خداوند میفرماید بی ما بین قلب های اونها الفت ایجاد کردیم و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم یعنی اگر تمام ثروت های دنیا را هم انفاق می کردی تا اینکه بین اینها صلح و الفت ایجاد کنی نمی توارستی. چون الفت دینی و محبت دینی و اخوت دینی مالی و مادی نیست بله. معنوی است بله. بار ایمان دارد ولیکن الله الف بینه این الفت برای علی عثمان عمر ابوبکر مقداد خباب خباب عرد دیگران دیگران همه یکی بوده همه اهل ایمان بودن همه اهل مجاهدت بودن همه ایثارگر بودن همه جان بر کف بودن همه چش به دنیا نبود به آخرت و به بود که پیش رویشون بود دلست. در سجده در دعاهاشون در قرآن خوندنشون در حرکتهاشون هاشون بهشت رو میدیدن نه دنیا را امروز سرداران خودتون را ببینید اون کسانی که در یک روزی در خط مقدم جبهه بودند امروز کجا هستند میلیاردها اموال مردم را به تاراج نبردند اختلاص نکردند به یغما نبردند نبردن. ملت ایران را به خاک گدایی نشان دهید دارن کلیه میفروشند ناموس میفروشند عزت و آبرو و حیثیت را دارن میفروشند اینه مقایسه بین اسلام و کفر این بین ایمان و اسلام ایمان و کفر اینطوری مقایسه میکنید شرماور است به خدا شرماوره خیلی شرماوره نام اسلام و نام اصحاب گرانقدر رسول خدا صلی الله علیه وسلم را به یدک بکشیم و سنگ اونها را به سینه بزنیم اما هیچ بویی از ایمان و اسلام و انسانیت نبرده باشیم خیلی حیفه اسلام اینطور نیست رسول الله علیه الصلاه و السلام در معرکه نیست. بدر با اسرا اونقدر با شفقت برخورد کرد که خداوند وجل بعد از معرکه بدر اون رو ملامت کرد ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض شایسته نبود که پیامبری اسیرانی در جنگ در اسیران جنگی در دستش باشه حالا بخواد مال از اونا بگیرد میگه شما مال کم داشتید به دنبال مال بودید اینطوری خداوند از وجد پیانبرش رو اطاب میکنه سرزرش میکنه در حالی که پیامبر از لطف و رحمتش این کار رو کرد نخواست برادرزاده ها و زاده ها و اموزاده ها رو بکشه نمیخواست بگه محمد صلی الله علیه و سلم تخم کینه و عداوت را به در میان عرب و عرب کاشته با این گذشت با این ایثار به این قضیه نیا کرد در حالی که حق این اثارا همه تیغ بود باید از دم تیغ می گزشتن. چون خودشون آماده کرده بودند برای از بین بردن اسلام از بین بردن پیامبر اسلام ولی این نشد پیامبر با لطف و رحمتش همه اونها را بخشید هفتاد نفر بیشترین فدیه را کسانی با مال خودشون را آزاد کردن یکیش عباس ابن عبد بود گفته شده در بعضی روایت ها استاد اسماعیل عزیز گفته شده بعد از اینها مسلمان کتمان کرده ای ایمان بودند یکیشون بله. عباس ابن عبد بله که به رو درواسی و اجبار و اکراه اومده بودن تو معرکه ولی پیامبر از ایشون هم نگذشت گفت آخرین درهم ازش بگیرید چار هزار دینار فدیه تعیین کرده بودند. بله. برای عباس ابن عبدالله گفتن از این نگذاریم؟ این اموی پیانبره. گفت نه نه عموی پیامبر درهمی هم ازش نگذرید بله. در حالی که از دیگران گذشتن کسانی نداشتن چند اوقیه دادن کمتر دادن بیشتر دادن هر کی داشت با مال خودش آزاد کرد تنها کسی که هدیهش رو بهش بازگرداندن داماد پیامبر بود آسب نوائل بله آسب بله آن هم به خاطر اینکه گردن بده که میخواست هدیه بده یادگار خدیجه کبرا بود بله رضی الله عنها بله بله سلام علیکم و رحمت الله آقا حمید بفرمایید آقا حمید گرامی سلام علیکم سلام علیکم جناب استاد اسماعیلی بزرگوار من استاد مولای بزرگوارم علیکم السلام سلام و ادب و احترام دارم علیکم السلام بفرمایید استاد بزرگوار در مورد جنگ در مورد جنگ بعد صحبت کردید اگه اشتباه نکنم جنگ بعد سال دوم هجری باید باشه درست الان میگم سال 1000 و 439 هست یعنی سال از اون زمان گذشته استاد ملای بزرگوار بله. و شهود هم نقص که یکی از قهرمانان این جنگ حضرت علی جبن نبی طالب علیه السلام بود استاد بله ملای عزیز من از شما تحقا داشتم که امروز که در مورد جنگ بد صحبت کردید محکوم می کردید پخش کاریکاتور حضرت علی رو ای کاش همینجور که در مورد هر بحثی شما میایید موضوع گیری کاریکاتور حضرت, حضرت, حضرت علی کجا پخش شده آقا کجا پخش شده؟ بله کاریکاتور بل، کاریکاتور حض... حضرت علی و حضرت زهرا در شبکه آقای انصاری به سال پخش شده و متاسفانه الان گرفتیم ما آقای در جریان نیستیم چه چیزی اطلاع نداریم و چون که ما هر کسی این, کارو رو رو کرده اشتباه کرده, کرده. ما اهل سنت ما اهل سنت و جماعت معتقد هستیم نه تنها کاریکاتور بعد عکس کشیدن عکس صحابه کشیدن به دست هم جائز نیست تمثیل اخیرا اجازه دادن ولی فقهای های امت اسلامی از قرنها روش اختلاف و نظر دارن میدونید؟ تمثیل یعنی حتی نقش بازی کردن صحابه در فیلم ها, من. در فیلم ها جایز نیست تا چه برسد به اینکه ازشون کاریکاتور بسازیم یا اینکه نام بدی ببریم ولی سا... آز بله ابدا انشالله دوستان و انشالله این, این کارو این نمی از... کنن چیز چیزی چیزی هست شاید که سوی تفاهمی بوده از کسی خواسته تشکر از را... سماستون ممنون و استاد مولای گرامی در آخر اگه بپردازیم بس. به احکام فقهی که میشه گرفت از معرکه بعد احکام مهم فقهی و دروس اخلاقی که میشه از این مرکه اولا چیزی که از مرکه بعد شروع میشه جواز مبارزه است یعنی در مبارزه آیا تن به تن میشه با هم دیگه جنگ کرد بله جایز هست چون زمان قدرت نمایی است به تنها جایی است که انسان میتونه غرور بو داشته باشه بله. غرور همه جا کبر و غرور مزموم هست در اسلام مگر در یک جا با اون معرکه جهاده مبارزه طالبان یک نوع غرور دیگه جنگ تن به تن هست برای از پنداروردن طرف مقابل غروری که به صلاح از روی عزت هست. احساس عزت و نه کبر و تکبر بله. بله. اینی مسئله دوم جواز قتل اسیره اگر اسیر هنوز در, در میان معرکه است و سرانجام جنگ مشخص نیست بعضی ها گفتن که اسیر را میشه کشت در حالی که اسیر را نگه داشتن اگر که بی خطر باشه بهتر هست و اگر اسارا به دست فرمانده کل رسیدن یا به دست فرماندهی و نیروهای لجستیک رسیدن دیگه حق کشته شدن و اذیت آزار نیست نظر فقهی باید مثل که انسان آزاد باش برخورد بشه ولی محدودیت چی جا به جابجایی جا جایی داره بعدشون آب و, زو... آب و آزوقه غذا علاج یا هر نوع مثلا خدماتی انسانی ارائه بشه تا اینکه بتون زندگیشون سالم داشته باشه ولی لذا با اسرا اسلام در اوج کمال انسانیت برخورد کرد غذایی که خودشون میخوردن به اونها دادن از امکاناتی داشتن به اونها دادن و ده. اونها را به همون اسمهاشون خطاب کردن نه توهینی بود نه زجری بود نه شکنجه ای بود نه اذیت آزاری بود تا زمانی که چیکار کردن یکی یکی آزاد شدن خیشاوندارشون اومدن فدیهاشون پرداخت کردن آزاد شدن رفتن اونهایی که نداشتن هم در مقابل خدمات معنوی با سوادهاشون پیامبر صلی الله علیه و جدا کرد و کودکان مسلمان را بهشون میسپردن در منزل بعضی که حبس پنج نفر ده نفر از کودکان مسلمان ها به شما به اینها خ... سواد خواندن و نوشتن رو یاد بدید بعد از اینکه یاد می گرفتن اونا رو آزاد می‌کردند برید و بدین ترتیب معرکه بدر از اسرا به بهترین شیوه و بهینه‌ترین امکاناتی که لازم بود برای جامعه مدنی امروز استفاده شد جامعه مدنی که میگیم جامعه مدینه منوره استفاده شد سواد را از اونها یاد گرفتن مالشی که اگر پولدار بودن از اونها گرفتن خرج به جامعه کردند و بقیه هم که تعدادی که نادار بودن و ناتوان بودن اونها رو هم بخشیدن تا اینکه منتی سرشون باشه یه زمانی بتونن به حال ملت اسلامی و شفقت و رحمت اسلامی بالای سرشون باشه و بتونن به اسلام بر بگردن و همینطور طور هم بود خیلی از اینها در اولین فرصت ها مثل سهیل ابن ام مثل به صلاح بقیه مطلب ابن مطلب و امثال اونها اومدن بعد مسلمان شدن و مسلمان ها خیلی خوبی هم یکی از اونها پسر خود ابو بود و امثال اینها که به حال در معرکه های بعد اومدن سپاه اسلام شدن و فرمانده اسلام شدن باید. از احکام اسلامی جواز گرفتن غنائم هست که من ترجیح میدم بحث غنائم را در هفته آینده انشالله روش بحث کنیم چون یک سری مواضع قرآنی هست در سوره انفال که سوره بدر هم گفته میشه در بعضی از تفاصیل بعض آیات را انشالله گزینه کنیم و اونجا یا نگریشی به جنگ بعد یا معرکه بعد از خلال سوره انفال انشالله بپردازیم یکی جواز گرفتن غنیمت در جنگ بین اسلام و کفر جنگ های دیگر شرعا جایز نیست یا معرکه های دیگر جایز نیست اگر جنگ بگی مسلمان ها باشد گرفتن غنیمت جایز نیست چون مال مسلمان حلال نمیشه همونطور که زنانشون همونطور که خودشون در حرمت هستن مالشون هم در حرمت قرار میگیره و نمیشه به تاراج برد اما لزوم استعداد که الله سبحانه و تعالی امر کرده به استعداد کامل در مبارزه رو در رو در مقابل جبهه کفر آمد... تا حدی که تمام آمادگی کامل آمادگی رزمی مطلوب هست و لذا همایش ها یکی از فلسفه و حکمت این گروه هایی که به نامش گذاشتیم سرایا یا سریه همین بود آمادگی رزمی و به اصطلاح زرچش دادن به دشمن و شناسایی مواضع دشمن و امثال اینها بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک به 60 70 سریه در طول این ده سال در مدینه منوره داشته انصاف و برخورد با اسیران و جنگ که جنگی که بحثش کردیم و همچنین دفن کشته شدگان و دفن شهدا و از طرف دیگر نت اعلام نتایج پر افتخار جنگ بدر برای مسلمان ها در همه جا رسول الله صلی الله علیه و قبل از اینکه معرکه را خالی بکنه از رسم عادتش این بود که سه روز در میدان جنگ میماند تا اینکه کاملا قضایا حل بشه اگر اسیران هستند به قضایشون رسیدگی بشه اگر شهدا و کشته شدگان هست به قضایشون رسیدگی بشه اگر که گمشدگانی هست اونها رو پیدا کنن الی آخرین همه دوباره خود لشکر را جمع کنه بعد از سه روز دوباره چیکار کنه قافله یا اون لشکر را دوباره برگردونه به شهر مدینه منوره این روش پیامبر صلی الله علیه و در جنگ ها بود که به نحو احسن تنها هدفی را دنبال میکرد عزت اسلامی و از بین بردن صده هایی که در مقابل نشر دعوت اسلامی وجود داشت و ما بعد آن به خود مردم واگذار میشد لا اکراه فی الدین مردم بخوان مسلمان بشن بشن و نخوان مسلمان بشن اختیار خودشون هست تشکر ممنون اسلام الله گرامی جزاک الله خیرا ایزان بیننده همه شما را هم به الله متعال می سپاریم الله یار نگهدار همه تون و صلی الله و سلم على سيدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و الحمد لله رب العالم الحمد شكرا حسنا, حسناً،, حسناً،, حسناً. حسناً. <applause>